شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجری تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد. 4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خدا مو بهم آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستند. ششلیک های قیمه، لولاکباب، نان ها، ساموسا های. شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پینز خانه خرید. تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند. با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا زندگی کریم. سونی ساختنی کافی و پلاندر آمد. 2 سال تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم. اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود. مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا به کی جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که کی می بیاد تو باشه اصلیک برای همین آباف قطعه. حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پینز به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده. گوسفندهای این دومدار همین حصاری این خودم همین از خورده ما با همین کلام شده که بچه های خودم از شهر پینز می آیند 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دومدار گیسرس کرد آماده کردم. تشکیل کردم برای وها. حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند. در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافی کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. من مشکل شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.